با یک ویدئوی دیگه از کانال دلتو میدیا در خدمت شما عزیزان هستیم. مادر غزال شکور، دختری که دوست پسرش او را به قتل رساند، گفت من رضایت میدهم. اگر علاقه من به دیدن این ویدئو و جزئیات بیشترش هستید، لطفاً از همینجا روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله را هم فشار بدید تا زودتر از بقیه از ویدئوهای جدید ما مطلع بشید. ظاهراً ماجرای غزاله و آرمان عبدالعالی به آخر رسیده و شنبه آرمان اعدام میشه. آرمان که غزاله رو کشته و جسدش رو در سطل زباله انداخته و پاکبانان جسد رو با بقیه زباله ها به خارج از شهر انتقال دادند، حالا مادر غزاله گفته یک استخوان از بچم نشون بدید تا رضایت بدم، اما 7 ساله که هیچ خبری از غزاله نیست. آرمان عبدالعالی متهم به قتل غزال شکور در سن 17 سالگی است. سازمان عفو بین الملل و دیگر گروه های حقوق بشری میگن که اجرای حکم اعدام آرمان عبدالعالی فعلا متوقف شده، اما او همچنان در خطر اعدام قرار داره. این نهاد بین المللی در اطلاعیه‌ای به نقل از منابع آقا هشدار داده که حکم اعدام آرمان عبدالعالی ممکنه روز شنبه آینده اجرا بشه. اولین بار نیست که اجرای حکم آرمان به تعویق میفته. آرمان 25 ساله متهمه که در سن 17 سالگی مرتکب به قتل شده. دیوان عالی ایران در بهمن 98 بر اساس ماده 91 قانون مجازات اسلامی که برای کودک مجرمانی که عدم بلوغ ذهنی اونها اثبات بشه، مجازات‌های دیگری در نظر میگیرد. با محاکمه مجدد آرمان عبدالعالی موافقت شده بود. اما در دادگاه جنایی مامور بررسی این پرونده اعلام کرد که 7 سال پس از وقوع جرم تشخیص بلوغ ذهنی متهم میسر نیست و در نتیجه حکم اعدام رو که توسط دادگاه اولیه صادر شده بود رو تایید کرد. اما در ادامه این ویدیو میپردازیم به صحبت‌های پدر غزال شکور، دختری که توسط آرمان عبدالعالی دوست پسرش کشته شد. لطفاً تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید. 24 ساعت پیش از اجرای حکم قصاص آرمان عبدالعالی، پسری که دوست دختر خودش رو به قتل رسونده بود، دستور توقف اجرای حکم باعث شد او و افرادی که محکوم بودند امروز پای چوبه دار نرند. پدر غزاله در گفتگویی درباره نتیجه جلسه صلح و سازش و تصمیمشون درباره سرنوشت پرونده گفته تغییری در تصمیممون ایجاد نشد و ما همچنان اصرار به اجرای حکم قصاص قاتل دخترمون داریم و رضایت نمیدیم. پدر غزاله در ادامه گفته داغی که روی دل من و همسرم نشسته بسیار سنگینه. هیچ کس نمیدونه ما چی میکشیم. حتی بعد از جلسه صلح و سازش هم تغییری در تصمیم من و همسرم ایجاد نشده. ما همچنان اصرار به قصاص و اجرای حکم قصاص آرمان داریم. پدر غزال شکور در ادامه صحبت‌هاش گفت روز یک شنبه، یعنی یه روز بعد از اینکه جلسه صلح و سازش در دادسرای جنایی تهران تشکیل شد، به ما ابلاغ کردند که آرمان روز چهارشنبه پای چوبه دار میره. از ما خواسته شد تا برای اجرای حکم حاضر بشیم و حتی نظرمون هم پرسیدن که تأکید کردیم قصاص باید اجرا بشه. در این چند روز چندین بار پدر و مادر آرمان به مقابل خونه ما اومدند و درخواست بخشش کردند، اما با وجود این تغییری در تصمیم ما به وجود نیومد. پیش از این هم جمعی از هنرمندان و بازیگران مانند پرویز پرستویی، رامبد جوان، احسان علیخانی برای جلب رضایت پیش ما اومدند، اما آرمان با بیرحمی جان دخترمون رو گرفته و حتی در همه این سالها جسدی از او تحویل نگرفتیم تا بر سر مزار دخترمون بریم و اشک بریزیم. پدر غزاله گفت قرار بود چهارشنبه حکم اجرا بشه، اما حدود ساعت 11 صبح روز سه‌شنبه به ما اطلاع دادن که دستور رسیده حکم متوقف بشه. دلیل توقف رو به ما نگفتند، اما ظاهراً روز چهارشنبه نه تنها حکم آرمان بلکه حکم چند محکوم به اعدام دیگر هم اجرا نشد و روز چهارشنبه اصلاً اجرایی ندارند. به ما گفتند که روز چهارشنبه تاریخ دقیق، یعنی روزی که آرمان پای چوبه دار خواهد رفت رو به ما اعلام خواهند کرد. اما در ادامه این ویدیو میپردازیم به تاریخ دقیق اعدام آرمان عبدالعالی و همچنین ماجرای دقیق غزاله و آرمان. لطفاً تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید.
حکم اعدام آرمان عبدالعالی با طناب دار شنبه صبح اجرا می شود. اونطور که امروز به خانواده شکور و عبدالعالی اعلام شده، اجرای حکم اعدام آرمان از روز چهارشنبه به روز شنبه موکول شد. همچنین آرمان عبدالعالی در اعترافات جدیدش اعلام کرده که وقتی غزاله به خونه ما اومد، من غزاله رو نکشتم، فقط یکم با هم بحث داشتیم، اما مشکلمون به اون صورت نبود که من بخوام به غزاله آسیبی برسونم. غزاله با هم خدافظی کرد و اومد پایین. من بعد از چند دقیقه خواستم از خونمون خارج بشم، اومدم از ساختمون که بیرون برم، دیدم توی راه پله‌ها غزاله خونین و مالین افتاده. من نمیدونم کی به غزاله آسیب رسونده بود، ولی چون ترسیدم غزاله رو دوشم گرفتم و بردم خونمون و گذاشتم توی سطل زباله. اون موقع غزاله زنده بود و نفس میکشید. من اصلا به ذهنم نرسید که با اورژانس تماس بگیرم، چون خیلی ترسیده بودم و اصلا نمیدونستم دارم چی کار میکنم. واسه همین غزاله رو انداختم توی کیسه زباله و بردم سر خیابون، انداختم تو سطل زباله. همچنین آرمان عبدالعالی در اعترافات جدیدش اعلام کرده تا زمانی که غزاله رو انداختم توی سطل زباله، غزاله هنوز زنده بود و نفس میکشید. حالا ممکنه غزاله توی سطل زباله و همچنین توسط کارگران شهرداری، توسط دستگاه‌های مکانیزه زباله پیکرش چرخ شده باشه. آرمان گفته که به خاطر همینم هستش که پیکر غزاله هرگز پیدا نشده. البته یکی از کارگران شهرداری اعلام کرده که همچین قضیه‌ای ممکن نیست. امکان نداره ما کیسه بزرگی رو ببینیم و بهش مشکوک نشیم و نخواهیم باز کنیم و همینطوری بدیم توی دستگاه مکانیزه که چرخ بشه. البته یک سری از کارگران شهرداری هم گفتن که این قضیه ممکنه صحت داشته باشه. نظر شما چیه؟ آیا به نظر شما این قضیه میتونه واقعیت داشته باشه؟ یا آرمان عبدالعالی واقعا غزاله رو کشته؟ اما در ادامه این ویدیو میپردازیم به اعترافات آرمان عبدالعالی و صحبت‌های آرمان و قاضی دادگاه. لطفا تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید. آرمان عبدالعالی در شهر تهران در سال 1375 متولد شد و در رشته کامپیوتر به تحصیل پرداخت. او در سن 17 سالگی پس از به قتل رسوندن غزاله شکور، دوست دخترش، به زندان رفت و به همین علت سن او زیر 18 سال بوده و حکم اعدام او اجرا نشده. آرمان در طی سالهای حضور در زندان لیسانس کامپیوتر و فوق لیسانس مهندس پزشکی خونده. ماجرای آشنایی آرمان و غزاله بر اساس اظهارات آرمان. آرمان عبدالعالی در اعترافاتش گفته آرمان در یک سفر خانوادگی به آنتالیا با غزاله شکور آشنا میشه و پس از بازگشتش به ایران ارتباطش با غزاله ادامه داشته و قصد داشتند که ازدواج کنند. آرمان در اعترافاتش گفته در روز 12 اسفند ما در حدود ظهر وقتی پدر و مادر آرمان خونه نبودند، غزاله رو به خونشون دعوت کرده و باهاش صحبت کرده بود و بهش گفته بوده که میخواد برای ادامه زندگی به خارج از کشور بره و باید هر چه زودتر رابطه‌شون تموم بشه و چون غزاله قبول نمی‌کرد و جر و بحثی بین اونها به وجود میاد، آرمان به سختی عصبانی میشه و اون رو به قتل میرسونه. در جلسه ای که در 23 شهریور سال 1399 به ریاست قاضی بابایی و با حضور رضایی قاضی مستشار برگزار شد، ابتدا اختیاری نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و ضمن شرح کامل از پرونده گفت آرمان متهم به مباشرت در قتل غزاله با کوبیدن سر او به تخت و با میله بال فیکسه. او به قتل اعتراف کرد و به یکی از دوستانش هم گفته که مرتکب قتل شده، اما از اونجایی که جسدی از غزاله پیدا نشده در پرونده شبهه ایجاد شد. البته پرونده های قتل زیادی داشتیم که با وجود پیدا نشدن جسد و با توجه به متقن بودن دلایل قتل عمد محرز و فرد محکوم شده. او در توزیع پس گرفتن رأی دو نفر از قضات هم گفت اونها رأی خودشون رو پس نگرفتن، بلکه به دلیل اینکه وکیل سابق متهم مدعی شده بود مدارک جدیدی در پرونده پیدا شده، خواستار بررسی بیشتر پرونده شدند.
دو موضوع به عنوان مدرک جدید مطرح میشه. یکی تمدید دفترچه بیمه غزاله بود و دیگری تمدید مرخصی دانشگاه او. هر دو مورد به دقت مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که هیچ کدام دلیلی بر زنده بودن غزاله نبوده. همچنان با توجه به مدارک موجود در پرونده به مجرم بودن متهم اصرار و براش درخواست قصاص داریم. سپس پدر و مادر مقتول در جایگاه قرار گرفتند و خواستار صدور حکم قصاص شدند. پدر غزاله در توضیح تمدید دفترچه بیمه دخترش گفت همسر من بیمه خیش فرماست. غزاله را هم بیمه کرده بود. بعد از قتل غزاله وقتی همسرم برای واریث حق بیمه و تمدید دفترچه رفته بود به صورت خودکار دفترچه غزاله را هم تمدید کرده بود. مادر غزاله هم در توضیح مرخصی دانشگاه دخترش گفت غزاله دانشگاه مرخصی گرفته بود چرا که میخواست در خارج از کشور درس بخونه و برای این کار آماده میشد. وقتی این حادثه رخ داد چون من هنوز باور نداشتم دخترم مرده باشه، وقتی از دانشگاه با من تماس گرفتند و گفتن که مرخصی تحصیلی غزاله تموم شده، من موضوع رو تعریف کردم و گفتم باور ندارم دخترم مرده. اونها هم دلشون سوخت و یک ترم دیگه مرخصی غزاله رو تمدید کردن. در واقع به خاطر همدردی با من این کار رو کردن. بعد از حادثه من روزهای سختی رو گذروندم تا وقتی آرمان به قتل غزاله اعتراف کنه. من شب و روز در خیابانها دنبال دخترم میگشتم. به هر دختری که شبیه غزاله بود میرسیدم جلوش رو میگرفتم و فکر میکردم بچه خودمه. در ادامه آرمان در جایگاه قرار گرفت و گفت من اتهام قتل عمدی رو قبول ندارم. من و غزاله مشکل خاصی با هم نداشتیم. او به خونه من اومد و با هم صحبت کردیم و بعد رفت. من صدایی شنیدم. وقتی در رو باز کردم غزاله رو دیدم که در راه پله افتاده. خیلی ترسیدم. اون رو به داخل خونه کشیدم و بعد سعی کردم کمکش کنم. انقدر ترسیده بودم که نمیدونستم چی کار کنم. من خیلی بچه بودم. غزاله رو داخل کیسه گذاشتم. متوجه شدم نفس میکشه، اما ترسیده بودم و فقط میخواستم اون از خونمون دور کنم. بعد کیسه رو به نزدیکی سطل زباله در میدون مینا بردم. قاضی پرونده گفت چرا با اورژانس تماس نگرفتی؟ آرمان در پاسخ گفت به فکرم نرسید با اورژانس تماس بگیرم. من اصلا متوجه کارهام نبودم. قاضی گفت لکه های خون غزاله روی در و دیوار خونه شما پیدا شده. آرمان گفت من دقیقا نمیدونم از چی صحبت میکنید، در جریان نیستم. قاضی گفت تو به دوستت گفتی که غزاله رو کشتی و از اون درخواست کمک کردی. آرمان گفت من اول گفتم غزاله زمین خورده، اما حرفمو باور نکرد دوستم. بعد گفتم که غزاله رو کشتم که حرفمو باور کنه تا بیاد به من کمک کنه. قاضی گفت از غزاله نامه‌ای به جا مونده که در اون به تو اشاره شده و گفته از دست آزارهای تو خسته شده. آرمان گفت از نامه خبر ندارم، من و غزاله هیچ مشکلی با هم نداشتیم. قاضی خطاب به آرمان گفت اگر قتل کار تو نبود چرا اعتراف کردی؟ آرمان گفته بود بعد از بازداشت به من خیلی سخت گذشت. به من میگفتن پدر و مادرت رو بازداشت کردیم و در حال بازجویی هستن. من بچه بودم، ترسیدم، اذیت میشدم. به همین خاطر اعتراف دروغ کردم. سپس وکلای متهم در جایگاه قرار گرفتند و خواستار براءت موکلشان از قتل عمدی با توجه به پیدا نشدن جسد و سایر مدارک موجود در پرونده شدند. وکیل خانواده غزاله با بیان اینکه بعد از این جلسه هیچ شبهه‌ای در پرونده باقی نمانده است گفت در این جلسه آخرین دفاعیات متهم گرفته و دو مورد شبهه‌ای که وکیل متهم در پرونده مطرح کرده بود برطرف شد. البته قبلا با نامه‌ای که معاون دادستان در دو صفحه نوشت و به دادگاه داده بود رفع شبهه شده. با این حال پرونده دیگر در مرحله شور قضات برای صدور رأی قرار گرفته. او در مورد اینکه آیا خانواده غزاله نمیخواهند فرصت دیگری به آرمان بدهند گفت فکر نمی کنم اونها موافق چنین مهلتی باشند و درخواست قصاص دارند. و حالا آرمان عبدالعالی با بیش از چندین سال در زندان موندن، حالا آرمان را برای اجرای حکم از چند روز گذشته به سویت قرنطینه بردند. و آقای شاهین صمدپور یکی از خبرنگاران مشهور در پیج اینستاگرامشون اعلام کردند که اجرای حکم آرمان صبح چهارشنبه است و اینکه مشخص نیست آیا خانواده غزاله رضایت بدهند یا نه، که البته گفته شده بعیده که رضایت بدن.
دوستان عزیز، لطفاً لینک این ویدیو رو در فیسبوک در گروه‌های ایرانیان مقیم کشورهای مختلف لطفاً شیر کنید و لطفاً نظراتتون رو در قسمت کامنت ها بنویسید که آیا با حکم اعدام آرمان عبدالعالی موافق هستید؟ آیا به نظرتون خانواده غزاله باید با آرمان رضایت بدن و آرمان اعدام نشه یا اینکه اعدام بشه؟ لطفاً در قسمت کامنت ها نظراتتون رو بنویسید و لطفاً لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.